دکتر ولید فارس، مشاور دونالد ترامپ در زمان رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، در مصاحبه با فاکس نیوز گفت بزرگترین ائتلاف علیه رژیم ایران در حال شکل گیریه. دکتر ولید فارس در پاسخ به سوال خبرنگار فاکس نیوز گفت تحریم های اعمال شده علیه رژیم ایران و فراخوان دونالد ترامپ در این رابطه اثر خود را گذاشته است. کاری که ترامپ کرد همان کاری است که دولت اوباما نمیخواست با رژیم ایران بکند و وارد رویارویی با آن بشود. اوباما برعکس توافقی را امضا کرد و میلیاردها دلار به رژیم ایران اعطا کرد. اما در حال حاضر دولت ترامپ تلاش دارد اتحاد وسیعی را تشکیل دهد تا به طور واقعی رژیم ایران را منزوی کند. دومین موضوعی که خیلی مهم است این است که این تحریم‌ها در داخل ایران تأثیر گذاشته است. آثار آن بر گسترش دامنه اعتراضات می‌افزاید و تسهیل می‌کند. در 8 الی 9 ماه گذشته شاهد تظاهرات‌هایی در مناطق مختلف و در شهرهای کوچک و بزرگ بودیم. در آینده نیز شاهد اعتراضات بیشتری خواهیم بود. فاکس نیوز پرسید There's bashing the president there but also saying that it's the United States that has managed to become isolated. Does the US stand apart on this issue? I think the United States now is creating the largest coalition against number one the missiles. Ask the French. جواد ظریف میگوید این ایالات متحده است که منزوی شده است. نظر شما چیست؟ دکتر ولید فارس گفت من فکر می‌کنم ایالات متحده آمریکا در حال ساختن بزرگترین ائتلاف علیه رژیم ایران و برنامه موشکی آن است. فرانسه و آلمان در این رابطه همراهی می‌کنند. یک همبستگی بین‌المللی علیه این رژیم وجود دارد. شاهد هستیم که کمپانی‌های اروپایی از ایران خارج می‌شوند. کمپانی‌های بیشتری هم در حال خارج شدن هستند. مواضع کشورهای خلیج فارس و بسیاری از کشورهای عربی علیه رژیم ایران هم روشن است. اگر شما به این صحنه به طور استراتژیکی نگاه کنید، بسیاری از کشورها مانند ژاپن و به زودی برزیل از مواضع آمریکا حمایت می‌کنند. برزیل بعد از انتخاباتش پشتیبانی بسیار بیشتری را از مواضع آمریکا نسبت به آنچه که ظریف تصورش را هم می‌کرد به عمل آورده است.